نهم خرداد 1351 ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی این کشور در تهران با شاه دیدار کردند. در نتیجه این دیدار شاه اجازه یافت معاف از همه نظارت‌های تسلیحاتی هر گونه سلاحی جز سلاح هسته‌ای را از آمریکا بخرد. اما علی‌رغم این توافق روز 27 اردیبهشت 1354 هنری کیسینجر طی دیداری با شاه به او تفهیم کرد فروش موشک‌های زمین به زمین لینز به ایران خط قرمز آمریکاست. تنها این نبود، آمریکا تا زمان پیروزی انقلاب حتی راکت‌های با برد 60 کیلومتر هم به ایران نفروخت. 31 شهریور 1359 ارتش بعث عراق به خاک ایران حمله کرد. در 17 روز این جنگ عراق با یک فروند موشک فراگ 7 دسفول را هدف گرفت و 70 نفر از مردم بیدفاع را کشت. تا ابتدای سال 1363 عراق بیش از 1700 بار دیگر به شهروندان بیدفاع ایران حمله کرد. در این 3 سال هیچ یک از نهادهای بین المللی واکنشی به حملات عراق نشان ندادند. در تیر ماه 1363 مسئولان ایران به این نتیجه رسیدند که با توسل به توان موشکی صدام را از حمله به شهرها منصرف کنند. در شرایطی که هیچ کشوری حاضر به فروش موشک به ایران نبود، سوریه حاضر شد تکنیک‌های آماده سازی و پرتاب موشک را به افسران ایران آموزش دهد. لیبی هم پذیرفت تا در اولین مرحله 8 موشک اسکاد با 2 سکوی پرتاب و خدمه اش در اختیار ایران بگذارد. اوایل آبان 1363 تیمی متشکل از 13 پاسدار جوان توپخانه سپاه به شکل کاملا سری به سوریه رفتند تا در تیپ 155 موشکی سوریه آموزش ببینند. مسئولیت این گروه به عهده پاسدار جوانی به نام حسن تهرانی مقدم بود. از نظر افسران سوری یادگیری آموزش‌های موشک اسکاد به حداقل 45 دانشجو و 6 ماه زمان نیاز داشت. اما گروه 13 نفری اعزامی ایران این آموزش‌ها را تنها طی 2 ماه با موفقیت سپری کرد. این تیم پس از بازگشت به ایران با مخفی نگه داشتن آموخته‌هایش به عنوان نیروی خدماتی در کنار افسران دیبیایی حضور یافت تا تجربیات عملیش را افزایش دهد. 13 اسفند 1363 عراق مرحله جدیدی از جنگ شهرها را از سر گرفت. در مقابل ایران صدام را به حمله متقابل تهدید کرد، اما کسی این حرف را جدی نگرفت تا اینکه سحرگاه روز 21 اسفند 63 ایران اولین موشک اسکادش را روانه پالایشگاه کرکوک کرد. طی روزهای بعد 9 موشک دیگر در بانک رافدین، باشگاه افسران و مراکز حساس دیگری از پایتخت عراق فرود آمد. این گونه بود که صدام به ناچار دست از بمب و موشک باران شهرها برداشت. این اولین تجربه موفق ایران در بازدارندگی با موشک بود. در ابتدای سال 1364 با اصرار حسن تهرانی مقدم 2 موشک اسکاد تحویل جمعی از مهندسان شاغل در بخش صنعت شد تا به شکل کاملا سری کار مهندسی معکوس آنها را شروع کنند. این کار به این دلیل انجام شد که تجربه نشان می‌داد موازی لیبی و رهبرش قذافی پایدار نیست.
در اواخر سال 1365 صدام با میانجی کردن چند واسطه قذافی را متقاعد کرد، فروش موشک به ایران را متوقف و خدمه اش را از ایران فراخواند. نظامیان لیبیایی 25 قطعه حساس و اساسی موشک ها و سکوهای پرتاب را باز کردند و با خود به سفارت لیبی بردند. این چنین صدام در جمع افسران نیروی هواییش قسم خورد ایران دیگر هرگز قادر به شلیک موشک به خاک عراق نیست. به این ترتیب از 4 دی ماه 1365 عراق با خاطری آسوده مرحله جدیدی از موشک باران شهرها را از سر گرفت. حملاتی سخت، وحشیانه و خونبار. اما مهندسان ایرانی تنها تا 17 روز توانستند قطعات از دست رفته موشک ها را بازسازی و جایگزین کنند. 21 دی ماه 1365 اولین موشک اسکاف با شلیک و هدایت تیم 13 نفره موشکی سپاه در مقر نیروی هوایی عراق در بغداد فرود آمد و دنیا را در بغض فرو برد. با رفتن لیبیایی ها ایران کره شمالی را جایگزین این کشور کرد، با این تفاوت که این بار فناوری ساخت موشک اسکاد را هم از کره وارد کرد. گرچه جنگ پایان یافت، اما تجربه سخت جنگ شهرها باعث شد ایران تلاشش را برای ساخت موشک اسکاد دوچندان کند، تلاشی که بالاخره در ابتدای دهه 70 با ساخت موشک شهاب 1 به ثمر نشست. اما برد شهاب 1 محدود بود. این شد که این بار متخصصان ایرانی تلاش کردند موشک هایی با برد بیشتر بسازند. شهاب 2 و 3 محصول این تلاش بود. مشکل بعدی این موشک ها خطای زیاد آنها بود. برای حل این مشکل متخصصان موشکی ایران 5 میلیون نفر ساعت دیگر تلاش کردند تا بالاخره توانستند اولین موشک کاملا ایرانی با خطای کمتر از 10 متر را تولید کنند. موشکی با نام فاتح 110. اینگونه ایران توانست پس از 2 دهه تلاش راه خود را برای ساخت انواع موشک‌های پیشرفته کاملا بومی با برد و دقت لازم هموار کند. اما عبور از سیستم‌های دفاع موشکی نیازمند دستیابی به سرعت‌های بسیار بالا بود، مشکلی که در نیمه دوم سال 1388 متخصصان ایرانی با آزمایش موشک سجیل آن را پشت سر گذاشتند. این غول 23 تنی با سرعتی بیش از 4 کیلومتر بر ثانیه بر هدف فرود می آمد. موشکی که به اعتراف کارشناسان نظامی رهگیری آن برای جدیدترین سیستم های دفاع ضد موشکی نیز غیر ممکن است. هرچند مرزهای دقیق پیشرفت‌های موشکی ایران هنوز افشا نشده است، اما دوست و دشمن تردید ندارند که ایران به فناوری کاملاً بومی دست یافته که روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود، پیشرفتی که دیگر نمی‌توان مرزی برای آن تصور کرد.